سلام بر شک که مقدمه یقین است، سلام بر این درنگ در قلب روزگار پرهیاهو، سلام بر محرم، محرم که درنگ می طلبد و درایت، مهلا همسفر این درنگ است برای هر آن کس که آتش حقیقت دارد. امشب مهمون خیلی عزیزی داریم، هنرمند مؤدب و خوشتیپ و خوش صدا، آقای راغب عزیز. خیلی محبت کردین، قدم سر چشم ما گذاشتید و مهمان محلا شدید. سلام عرض میکنم. سلام، خدا قوت به شما، همه همکاران عزیزتون و سلامی گرم ویژه خدمت همه مردم نازنین، مردم شریف که همیشه لطفشون شامل حال ما بوده و هست. زنده باشی. امیدوارم حال دل تک تکشون خوب باشه. خوشحالم. حالتون تو محرم چطوره؟ واقعیتش حالی که توی محرم دارم رو با هیچ حالی قرار نیست عوض کنم، و چون این حال از بچگی با من بوده، این عشق همیشه از بچگی با من بوده، تا چشم باز کردم سر سفره امام حسین بودم، تا چشم باز کردم 4 سالم بود فکر میکنم میکروفون دادن دستم، تا چشم باز کردم میخوندم در این دستگاه. این عشق همیشه بوده، نه تنها کم رنگ نشده بلکه خدا رو شکر بیشتر و بیشتر شده. الحمدلله راضیم به رضای حق. میگن واقعا حسین نمکش با همه نمک ها فرق میکنه، وقتی نمک گیر شدی دوست داری تا تهش بری. الحمدلله اصلا جنس غم آقا فرق داره، یه غم شیرینیه که حال دلتو خوب میکنه. بریم به محرم های بچگی ها. به چجوری بوده برای شما؟ خب من یادم نمیره، ما پدرمون یه ایتی داشتن توی یزد، هر سال ماه محرم اونجا عزاداری داشتن و هنوز هم هست، پا بر جاست. من فکر می‌کنم 4-5 سال بیشتر نداشتم، از بس توی خونه خب حالا نوحه یا قرائت قرآن پلی می‌شد، ما دیگه اینا رو حفظ بودیم. پدرم یه شب فکر می‌کنم شب علی اصغر بود، رفتم بالا منبر، خودش شیطون بودم رفتم بالای منبر، یهو میکروفون رو گرفتم شروع کردم به خوندن و همه شروع کردن با من سینه زدن و تشویق کردن و من هم همینجوری ادامه میدادم. میشه برامون بخونی؟ بخونی. دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، امه بابایم کجاست، امه بابایم کجاست، من نمیخواهم جدا گردم ز دشت کربلا، من نمیخواهم جدا گردم ز دشت کربلا، امه بابایم کجاست، امه بابایم کجاست. خیلی کار معروفی بود. بله بله، خدا حفظشون کنه استاد کویری، سایه‌شون مستدام باشه. واقعا اون نغمه های قدیم نوستالژی خیلی خاصی برای هممون ساخته، هنوز که هنوز ماندگاره، چون برگرفته از موسیقی اصیلمون بوده و هست. اگر دقت کرده باشید حتی عزاداری مردم یزد، نوحه خوندنشون عجین شده با دستگاه‌های موسیقی اصیلمون، موسیقی فاخر، حالا از شعرش گرفته، از آهنگسازی، تنظیم، نظم. و اون نظمی که شاید خیلی فقط اون نظمه رو میبینن، پشت این نظم و هماهنگی یه سری تمرین‌ها هست که ما همیشه قبل از محرم با بچه‌ها انجام می‌دیم. یعنی چند وقت قبل از محرم؟ مثلا من خودم حداقل 10 شب می‌خوره سخت گیرم توی تمرین‌ها، 10 شب تمرین‌ها می‌ذارم. همیشه هم عقیده داشتم، منی که برای کنسرتم
ماها تمرین میکنم، برای چی برای نوه امام حسین تمرین نکنم؟ برای چی باید فقط شب حالا مراسم یه شعر پیدا کنم برم بخونم؟ هیچ وقت نتونستم خودم با این چیزا راضی کنم. خوبه که شما هیچ ابایی نداری از بیان کردن این موضوع. نه زنده باشید. آخه اینا چیز نیست که پنهان بشه، اینا قشنگی کاره، قشنگی عشق جوونا به امام حسین رو میرسونه. شما فکر کنید مثلا من یه مثال بزنم، تو این ایتی که ما هستیم 2500 نفر جوون، انواع و اقسام مردم میان. ببخشید من این حرفو میزنم، ما زندانی داریم 10 روز منتظر تا ایت شروع بشه، میگه تو رو خدا بذارید من 10 روز برم سینه بزنم برای امام حسین. یارو معتاد مرخصی میگیره، یارو خلافکار مرخصی میگیره. و همیشه میگم تنها جایی که دم ایت ها هیچ چیز نمیزنن، شما تا حالا دیدی توی برگه بنویسن جای افراد معتاد ممنوع توی ایت امام حسین؟ یا بچه پایین شهر نیاد، بچه بالای شهر بیاد، بی حجاب نیاد، با حجاب بیاد؟ اصلا یه همچین چیزهایی نداریم. قشنگی سفره امام حسین به اینه. من محرم زون بود یه کار خونده بودم، یه کار از همین کارهای نوستالژی موسیقیمون رو خونده بودم، زمزمه کرده بودم. ای شب تو به روزگار من میمانی، ای ماه نهان بیار من میمانی، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلام ای خدا زیر سنگ اومده. اینو یه خانومی به صورت دابسمش گرفته بود در صورت که داشت عشق میریخت، وایرال شد این فیلمه. منم برای اینکه خیلی از اون حال خانوم، از اون عشقای اون خانوم منقلب شدم، استوری کردم. حجاب درست حسابی هم نداشت. حالا بعضی دایرکت میدونی چیه گذاشتی؟ گفتم بابا این قانونا رو کی گذاشتن؟ اصلا من خودم چون بچه مذهبی بودم همیشه به این چش نگاه میکنن یه بچه مذهبی یا کسی که برای امام حسین میخونه نمیتونه عاشق بشه، نمیتونه موسیقی گوش کنه. این قانونا رو کی ما ساختیم؟ هر چیزی سر جای خودش. همیشه اون تعادلی که حضرت علی میگن تعادل رو توی زندگیت حفظ کن، اون میتونه رمز موفقیت یک انسان باشه. شادی سر جای خودش، غم سر جای خودش. من میگم آقا شمایی که 10 روز برای امام حسین عزاداری میکنی، چرا برای مولودی امام حسین چرا 10 روز جشن نمیگیری؟ حالا الان شروع شده دیگه، مثلا قبل از محرم امسال به نظرم برای این خوبه. ولادت حضرت رضا حضرت معصومه خیلی جشن این خوبه. شد تو ماه رمضان بر روز اولیا خیلی شد، برای عید قدیر واقعا امسال خیلی فرق میکنه. محمد حسین جان من کنسرت ها میرم، میگم زمان استجابت دعا، زمانی که شما صدای اذان رو میشنوی یا با خدای خود راز و نیاز میکنی، ولی یه زمان دیگه هم هست، زمانی که من راغب روی استیج میخونم دل مردم رو شاد میکنم، اون زمان بهترین لحظه است برای استجابت دعا. شیشه دلام ای خدا نیست، به خدا هست. آزارمون به شخصی نباید برسه. اگر من میگم حالم با امام حسین خوبه، خب این حال خوبی نباید شعار باشه، باید تو رفتار منم باشه، باید تو کردار منم باشه، باید دست یکی رو بگیرم. امام باید... حسینی که ما رو به انسانیت نزدیک کنه. آفرین. من میگم که ما چرا باید مردم قضاوت کنیم؟ چون حالا طرف افکارش مثل من نیست یا پوششش مثل من نیست، نباید بیاد تو این دم و دستگاه. همین رفتاره که خیلی ها رو دور میکنه. به خدا نکنید، من حرفم با بعضی از این بزرگاست، تو رو خدا این دو ماه محرم هیچ کاری نکنید. این امام حسین از آبا و اجداد ما به ارث رسیده بوده، حالشون با امام حسین خوب بوده. ما بلدیم، به قرآن بلدیم، به خدا بلدیم، به دین قسم، به پیغمبر قسم بلدیم. همه ماها عاشق امام حسین هستیم. بکنم رود نشد، میخواستی بگی آقا این بذارید امام حسین برای مردم بمونه. امام حسین واسه همه است. آفرین. آقا امام حسین رو مال خودتون نکنید. چرا آخه؟ امام حسین واسه همه است. بذارید حال دلمون با امام حسین خودمون خوب باشه، با همون امام حسین که از بچگی داریم. اگر 1400 سال امام حسین پرچمش بالاست، چون انسان بزرگی بوده که پرچمش بالاست، مگه برای خدا کار داره اسم کسی رو محو کنه، جایگاه کسی رو بگیره؟ چرا این جایگاه 1400 ساله رو نگرفته؟
جناب پویانفر، به عشقی که به حسین دارم قسم، یه من مسیر پیاده روی اربعین و پارسال رفته بودم، یه محفل شعری بود، گفتن میای آقا راغب؟ گفتم اگر برای امام حسین میام، میخوام خیلی وقت من انجمن شعر و محافل شعرا رو نرفتم، دلم تنگ شده. همه میومدن حرف دلشون رو با امام حسین میخوندن. اتفاقا تو اون مراسم یکی از وزیرا حضور داشتن، یه هدیه به ما دادن و از دست جناب وزیر این عکسشو گذاشتن. گفتم تو رو خدا این عکسو بردارید، مردم فکر میکنن اگر راغب مجوزی میگیره داره سوء استفاده میکنه از اسم حسین. گفتم دورت بگردم، شما لطف داری توی پیجت گذاشتی، ولی من دوست ندارم از اسم امام حسین برای کارم استفاده کنم. اون یه چیز شخصیه، نمیخوام مردم فکر کنن من از حسین دم میزنم برای گرفتن مجوز. من نیاز به مجوز ندارم، مجوز من خدا میده. حالا اونا چون لطف دارن یه سری تفکراتشون و عقایدشون شبیه ماست، ما رو تشویق میکنن. یعنی دو قشرن در دو طرف میخوان با فشارهایی که میارن آدمها رو یا از ابراز عقایدشون پشیمون بکنن یا همرنگ خودشون بکنن. بله بله. یعنی این دو طیف تند رو توی موضوعی میان به آقای راغب فشار میارن، توی موضوعی میان به من کوچیکتر فشار میارن و بعدم دم از آزادی میزنن و دم از دموکراسی میزنن. آفرین. آزادی و روشنفکری چیه؟ آزادی و روشنفکری، ببخشید من این حرف رو میزنم، همجور که ماها و خیلیا مخالفیم، من این جمله رو بگم، اونی که دم از امام حسین میزنه نباید سیلی به ناموس مردم بزنه. حسینی نیست، تو رو خدا اسم امام حسین رو ابزار کارتون نکنید. کسی که عاشق امام حسینی سیلی به صورت ناموس مردم نمیزنه. نام حسین نباید وسیله باشه برای سوء استفاده. من اتفاقا اگر بخوام خیلی ها رو ببخشم، اونایی که به من فحش و ناسزا میدن رو میبخشم. میدونی کیا رو نمیبخشم؟ اونایی که از اسم دین و امام حسین سوء استفاده کردن، اونا رو نمیبخشم، چون اونا باعث شدن من نوعی فحش بخورم. اشکال نداره فدای یه تار موی امام حسین، ولی یقه کسایی رو میگیرم که به نام حسین هر کاری میکنن، به نام دین هر کاری رو میکنن. آقا من روز قیامت یقه شما رو میگیرم. چرا باعث میشی جوون مردم از دین زده بشه؟ چرا باعث شدی فاصله بگیرن؟ دغدغه فکری من راغب، من که باید تمرکزم توی شعر و آهنگسازی باشه، چرا باید این باشه؟ من چون دوست دارم، من چون میدونم اگر این رایی که دارم میرم اگر باعث حال خوب من نبود، برای چی باید ادامه بدم؟ این عشقی که من به امام حسین دارم به زور نبوده، نه پدرم زور کرده، نه مادرم گفته، یا نمازی که میخونم به خدا به زور نبوده، به خاطر حال خوبه. و هر چیزم خدا سر جای خودش میبینه. من بعض وقتا ماه رمضان لایو سحر دارم جناب پیامفر، همه میان، چه بی حجاب چه با حجاب، چه بچه مذهبی چه غیر مذهبی، نمیدونی چقدر به من انرژی خوب میرسه از جانب اینها. میگم بچه ها انسان باشیم. جذابه که یه خواننده پاپ برای ما رمضونات برنامه داریم و با مخاطبینت حرف میزنیم، خیلی خوبه عزیزین. آخه یکی از مشکلات ما اینه که ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. آفرین. گفتگو اگه شکل بگیره تو جامعه ما، به نظرم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. تاپ بیاریم، نظرات همو بشنویم. بشنویم. نظرات مخالفو بشنویم. فکر کنیم. آیا آغوش باز کردیم تا کسی بیاد حرف بزنه؟ مسئولین، تو رو خدا آغوشتون رو باز کردی تا یه جوون بیاد درد و دل کنه؟ آغوش بازه، ولی میگن آغوش بازه. چه جوری باز؟ دیوارا و محافظا و من میگم دیگه بالاتر از هور نبود. آقا این جوونا بدتر از هور هستن؟ نه تو رو خدا بدتر از هورن، انگوش کوچیک هورن نمیشن. ولی هور اومد، امام حسین گفت سر تو بگی بالا، ارفع رأسک، ارفع رأسک. بابا شما باید جوری برخورد کنید جوون سرشو بگیره بالا صحبت کنه. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. بس صد بار اگر توبه شکستی بازا،
همون بحث اصلی من که میگم بابا تو با رفتار کردار جذب کن، به زور نمیشه. من دوست دارم خیلی از امام حسین و این عشق ناب صحبت بشه. میخوام بگم که این عشق امام حسین از قدیم بین هنرمندا بوده. تو به همین برنامه خودتون صحبت شد دیگه. بابا اونا به خدا عقایدشون، من به خودم میگم، بیشتر از من راغب بوده. اتفاقا جوانا بدونن بابا خواننده قدیم عقیده داشتن، با عقایدشون به جایی رسیده بودن. نه اینکه زنگ بزنی آقای راغب شعر نوحه امسال چیه، یا باید بری مطربی کنی یا برای امام حسین بخونی. یعنی امسال به شما همچین چیزی گفتم؟ چند سال پیش به یه آقایی بود گفتم یک ساعت و نیم میری سخنرانی میکنی، چند نفر رو جذب کردی؟ گفتم دایرکت های من اگه شما که نمیخوای ببینی فرار میکنی، از سخفر الله ربی وعد. میگم بابا دختر بیهجاب از اون سر کشور به من پیام میده، من چیزی به نام حسین نمیشناختم ولی تو باعث شدی من امام حسین شما رو بشناسم. این یعنی چی؟ یه ساعت و نیم بیام صحبت کنم؟ اونایی که داری رو شما همون جوری بتونی نگهداری باید خدا تو شکر کنی. تونستی تا حالا 4 نفر رو جذب کنی؟ تو باید برای من کف بزنی، دست بزنی که من خواننده میام برای امام حسین میخونم. بعد میگی یکیشو انتخاب کن. کی گفته؟ من زمانی از امام حسین نمیخونم که خود آقا به من بگه نخون. توی سالهای کرونا بود یکی از دوستان شما و خواننده‌های خیلی خوب عرصه موسیقی پاپ، شب تاسوعا بود، من جلسه تموم شده بود، دیدم گوشی رو باز کردم، دیدم این رو واتساپ چند بار زنگ زده، گمان کردم اومده روزه. بله بله. برداشتم و سلام علیکم گفتم، چی گفت؟ میخوام ببینمت. گفتم اومدی امامزاده ساله؟ گفت بیرون تو میدون واستادم، یعنی توی جمعیت. گفتم که من مثلا تا آماده بشم و بیام مثلا نیم ساعت دیگه فلان جام. من رفتم اونجا و اون رفیقمونم اومد و بعد متوجه شدم که میخواد خصوصی صحبت بکنه. بچه‌ها رفتن و گفت یه نفری میخواد باهات صحبت کنه تلفنی. بعد گفتم که آقا یا خانم؟ گفتش که آقا. اون ور دنیاست. و گفتم باشو. این تو فضای اینستاگرام ویدیو کال کرد. بله. و من وقتی صفحه باز شد اون شخص خب میشناختم، یعنی همه مردم ایران میشناسن، یه لحظه تعجب کردم و اون سلام از فلان و من احساس کردم حالش حال طبیعی، یعنی صورتش سرخ بود، چشما برافروخته بود. من احساس کردم حالا خیلی راحت و اشتباه هم احساس کردم، فکر کردم حالش حال طبیعی نیست. بعد سلام علیکم کردم و عرض ادب و احترام کردم و بعد یوی به من گفتش که تو کی؟ گفتم که من کسی نیستم، محمد حسینم و فلان. و آقا مصطفی به من گفتش که من از ایران رفته بودم برای امام حسین گریه نکرده بودم. من یه نوعی خونده بودم اون سالم، خیلی مردم دوست داشتم، حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداد. گفت داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم اینو دیدم و نمیدونم از اون موقع تا حالا چقدر ریپلی کردم و گریه کردم، انقدری که تو خونه اعضای خونه فکر کردن خبر فوت کسی و عزیزانی و از ایران به من داد. و اون آدم، آدم متخصص، آدمی که صدها ترانه خونده، آدمی که ساز بلده، آدمی که تو عرصه شما متخصص، درجه یک، نامبر وان و مخاطب میلیونی داره، اون تو محرم سال بعد برای همون دوست خوننده من یه ویسی لالالالا فرستاده بود، گفته بود که اینو بده به اون مدعاه، بگو اگه دوستاش روش نوحه بنویسه بخونه. آفه. نقطه اشتراک همه ماها امام حسینه. امام حسینه. نگیرید از مردم. امام حسین رو از مردم نگیرید. امام حسین رو مال خودتون نکنید. به خدا امام حسین مال همه است. چه این بری چه اون بری، همه دوستش دارن. امام حسینش که شما به ما یاد ندادید. قربونتون برم، دورتون بگردم.
امام حسین از قدیم بوده، آبا و اجداد ما بوده. بابا حتی چه دوران انقلاب چه قبل از انقلاب امام حسین مگه وجود نداشته؟ به خدا بوده. من یه خواننده‌ای که علاقه دارم، این سریام تو شهرش کنسرت داشتم، خوندم ازش، با افتخارم خوندم. من وقتی میشنوم تو کنسرت خودش قبل از کنسرتش نمازشو میخونه، این یعنی چی؟ چی خوندی ازش؟ اسمش هم نبری نبر، چی خوندی ازش؟ بین نماز ظهر و عصر استخاره کردم. وقتی من میشنوم طرف بابا هنوز اعتقادات خودش رو داره، یعنی چی؟ یعنی تو دوره‌ای زندگی میکرده که حداقل شعار دادن کمتر بوده، بیشتر اهل عمل بودن. من از یه چیزی بگم جان. یه کوچولو اینجا شاید با هم دیگه یعنی تفاوت نگاه داشته باشه. بله. که واقعیت هم ما هیچ دوره تشیع هم اینجوری نبوده. بله. یعنی اینکه بگیم ما نه قدیم بهتر نه، بوده نه 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 شما از همه اربعین رو رفتین دیدین ما کجا تشیع 20 میلیون پیاده روی داشتیم. حالا در این مورد هم حتما صحبت همین میکنیم. همین یزد خودتون رو نگاه بکنید، شاید دلخوری تو جوونا هست، ناراحتی هست، برای شما همین مراسم ها این جمعیت ها واقعا مثلا من یه شبای امامزاده ساله مثلا شرمنده مردم میشیم. آفرین. واقعا سیستم صوتیمون نمیرسه به مردم. نمیشه بگیم انقدرم سیاه ببینیم که بگیم نه مثلا اون موقع. نه ببینید در طول تاریخ این تفکر من ها، شما هر طوری سلام میدونید، در طول تاریخ کفر و ایمان کنار هم حرکت میکنه. یعنی همون جوری که خب داریم میبینیم تو این فضای مجازی خب یه چیزایی دیده میشه، این برم خب این فضا به ما داده شده، ما هم داریم. شاید اگه این فضای مجازی اون صفحه نبود هیچ موقع اون آقای خوننده قابل احترام در اونور دنیا نمیتونست بعد از سالها بشینه برای امام حسین گریه بکنه. و شما میدونید هر کسی نمیتونه برای امام حسین گریه کنه. و این کلام معصوم امام صادق میفرمان که خدا یک بنده رو خیلی دوست داشته باشه بهش محبت امام حسین رو میده. خب کسی که محب نباشه که نمیتونه گریه کنه. و من به عنوان محمد حسین پیامبر کوچکترین آدم این جامعه عقیدم اینه، شاید عقیده بقیه نباشه، من میگم اون قطره اشک یه جا دست اون نفر رو میگیره. آفرین. یعنی امام حسین بدهکار کسی نمیمونه. یه جمله میخوام بگم محمد حسین جان. جانم. اگر عشق واقعی باشه، عشق واقعی باشه هیچ وقت تموم نمیشه. عشق امام حسین. منم بعضی وقتا من راغبم باید رو خودم کار کنم. حالا طرف چون اختلاس کرده، خب منم پس دینم و عقیدم بذارم کنار. ای بله. به منم بستگی داره ها. و من واقعا دلخورم یه وقتایی مثلا به خاطر عمل کرده یکی دیگه میان نعوذم بالله، واقعا تلخترین روزهای عمر من بوده. مثلا یه ببینیم. بله. یه جسارتی یکی اشتباهی میکنه تو رو خدا همه رو جمع نم. این جمع بستن برای هر دو قشر ها، برای هر دو طرف ها. من همیشه گله کردم بابا تو اگه میگی که به زور این حجاب و تو میگی آزادی دیگه دارن سر مردم میکنن یه هر چیزی، پس تو اگه به عقاید من توهین میکنی دیکتاتوری. نمیترسی این حرفا رو میزنی؟ هزینه برات نداره. برای چی بترسم؟ نه چون میشناسن، هواداران منو میشناسن، من خودمم دوست دارم. حتی سالهای اول من همکاریم با شرکت شروع کرده بودم، یکی میگفت استوری های عقیده تو میذاری مثلا، من تسلیت ها و شهادت ها و حالا شادی ها رو استوری میکنم. عاشقان نه کسی بهم میگه بذار، اتمام شایدم به ضررم بود، شاید فالوور میریخت و اینا. میگفتم کسی که باید به من عزت و احترام بده خداست. مردمم دوست دارن طرف خودش باشه. من اگه میومدم اتمام فیلم بازی میکردم بدتر بود. اینکه به خاطر جذب فالوور یه سری عقایدمو نگم. اتفاقا من عشق میکنم تو این دوره که همه از عقایدشون فرار میکنن حرفامو میزنم. نکنه یه نفر دیگه هم ترسش بپره بیاد بگه. من
میدونستم که خوش عقیده ای و امام حسینی، ولی خب این دوزشو نه و تبریک میگم عزیز دلم قربونت برم. ببخش من خیلی حرف زدم، چون من بعد از یکی دو سال اومدم یه همچون برنامه که میشه آدم حرفشو زد. امیدوارم تمام حرفای من پخش بشه. حلاوت این عشق واقعا به خدا ناراحتم نیستم از اونایی که میام میتونم. البته خیلی ها لطف دارن به من، من میدونم میبینم یارو اصلا اعتقادات من قبول نداره ولی به من لطف داره، سرم بالا میگیرم میگم خدا دمت گرم. حداقل طرف میدونه که من خودمم، من هیچ وقت توهین به پوشش طرفم نکردم، هیچ وقت توهین به تفکر طرفم نکردم. میگم اونم نظری داره. من راغب شاید توی خانواده بزرگ شده باشم که این چیزا بوده، این چیزا هست، کاری نکردم. اگر توی محیطی بزرگ میشدم که این حرفا نبود، اون به قول معروف واقعا خیلی درست، خیلی جای تعجب داره. از اونم گفتی؟ من از اون گفتم، من قاری قرآن بودم محمد حسین جان. الان میشه یه دقیقه چشمتو ببندی؟ میخوام چشمتو ببندی، فکر کنید روبرو ایوون طلای امیرالمومنینی، یه اشهد و ان علی ام ولی الله برامون بگی. ماشاءالله. اشهد ان علی أشهد أن علياً حجة الله. خیلی خوب. ببخشید دیگه. کدوم دستگاه بود؟ این توی مقام دستگاه موسیقی عرب میشه کرد، ولی نه توی موسیقی ایرانی بهش میگن دستگاه نوا. الله اکبرش هم میگی؟ الله اکبر الله اکبر الله هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. زنده باشید. هزار ماشاءالله. بریم بیام یه خستگی. بله بله. من که خیلی کیف کردم. خدا بشم. بله. برمیگردیم. مگه میشه جدایی از تو؟ مگه میشه جدایی از تو؟ مگه میشه جدایی؟ اولین کسی که تو عالم حالا خوندن چه قرآن روی شما خیلی اثرگذار بود کی بود؟ من چون با تلاوت قرآن شروع کردم استاد عبدالباسط. همه ما دهه 60 اینجوری. آره بود. و من عبدالباسط خون یزدی‌ها بودم و خیلی مراسمات می اومدن دنبالم. یعنی چیز دیگه کپی کامل. آره کپی برابر است. نه که صدای من توی بحث موسیقی بهش میگن چپکوک. بله. چپکوک شما یه سری نوت‌های بالایی می‌خونید که جایگاه صدای خانم هاست. آره توی بحث صدای خانم ها آلتو، متر سوپرانو و سوپرانو داریم، توی آقایون بیس، باریتون و تنور داریم. صدای من تنور رو به آلتو هست که در اصطلاح موسیقی اصیل ایرانی بهش میگن چپکوک. خب عبدالباسط هم گامای بالا رو میخوند، من واقعا خیلی برام راحت بود از عبدالباسط. خیلی ها تو بزرگسالی نمیتونن بخونن دیگه، غالبا اونایی که تقلید میکنن نوجوانان. من یه چپکوک باشم که همیشه صداشون بمونه. فقط نمیدونم چرا ما باید عبدالباسط رو موقع تشییع جنازه باید گوش بدیم. من موندم تو این بدسلیقه. من یه چیزی بگم نمیدونم جاش هست درست بگم یا نگم. من غیر از اینکه با قرآن رو مانوس داشتم اینا، الان با بعضی از این صداها من نمازم میخونم. با مثلا من با صدای تار استاد فرهنگ شریف من نماز میخونم بعضی وقتا وصل میشم.
نماز میخونم همیشه، بعض وقتا حالم خوبه با یه سری صداهایی که منو وصل میکنه به خدا، حالم بیشتر خوب میکنه. سیم اتصالتونه. آره شاید همینو من مثال میگم، میگم این بریام بعضی وقتا تون رو هستن، همینو میگفتم چی داری میگی تو؟ میتونی؟ اون دیده خیلی فرق میکنه. از عبدالباسط برامو میخونی؟ اونجایی که همیشه روحت باش پرواز میکنه. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما شاء الله ما شاء الله، هزار الله هست. زنده باشید. ما چقدر خواننده های خوبی داریم که شروع کارشون با قرائت قرآن بوده. بله بله. اصلا فکر میکنم که محمد اصفهانی، محمد اصفهانی عزیز، محمد معتمدی، استاد شجریان، بله استاد شجریان و خیلی از عزیزان و اون خواننده‌ای که خودت اشاره کردی. بله بله مثلا. مداح بودن اون خواننده‌ای که من اشاره کردم. من واقعا هر سال لحظه شماری میکنم تا محرم برسه. یکیش این که حالا عشق و علاقه و ارادت قلبی خودم به امام حسین نشون بدم. اولین شرط ورود من به شرکت محترم آوازینو این بود که 10 روز محرم من برای خودم باشم. اگر اجازه بدید من امضا میکنم این قرارداد، اگر اجازه نمیدید من نه معروفیت میخوام نه محبوبیت، امام حسین رو از من نگیرید. بعد اینا گفتن که ای والله ما از خدامون آقا اشکال نداره، ما میخوایم شما رو از پارتی مارکی بلندت نکنیم. شما خودت باش. گفتم دمتون گرم. خیلی ترسیده بودم. خب میترسیدی از امام حسین جدا شی؟ میترسیدم امام حسین رو ازم بگیرن. آقا نخون. یعنی حاضر بودی، راغب نبودی؟ آره. این روزا رو آره. نمیدیدی؟ امضا نمیکردم. به خدا امضا نمیکردم که من وارد شرکت بشم. آره گفتم من از بچگی دوست داشتم برای امام حسین بخونم. تو رو خدا اگه معروف شدم به جایگاه رسیدم نگید حالا راغب زشته برای امام حسین دیگه نخون. گفتم امام حسین رو از من نگیرید. بعد واقعا با روی گشاده دم آقای ارسانی گرم. گفت بابا ما دغدغمون اینه که خواننده‌مون شیطنت نکنه. جای دیگه دستشو نگیریم بگیم آقا پاشو تو کار خودتو کن. مثلا من خودم بخوام ملودی بسازم، اگر در مورد نبرد حضرت عباس باشه میارمش معمولا توی دستگاه چهارگاه میسازم یا سگاه، اون حس حماسه‌ای داشته باشه. عباس. من توی سگاه ساخته بودم یه کار رو، شکرمین کلامتون، میگفت که ساقی ساقی پر کن جامی مشکی بردار آب آبی. بعد میرفت جلوتر میگفت ای علم افراشت بر درد هنم. بعد جماعت میگفتن پنجه انداخته در پنجه غم. میرفت جلوتر یه قسمت مرکب خانی میشد، وصفش میکردم به دستگاه شور عرب. لا 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 موندم تنها موندم تنها. اینجا ضرب آهنگ میشد ریتم لنگ تو عامه مردم معروفه، یا همون 5-8 با دست جدا با فرق دوتا عباسم چرا افتادی ز
پا عباسم چرا افتادی ز پا. بعد دوباره میوردمش توی سگا، افتادی ز پا. و خدا رحمت کنه مرحوم حسین سعادتمندو که فکر میکنم که واقعا تأثیر بسزایی داشت در گوش موسیقیایی و شنوایی مردم یزد در بحث نوه خانی اصیل یزدی. نوه خیلی معروف دارین تو سگا. بله، همون علم افتاده بود. اینو هم توی سگاست، نیست تو مخالف سگا. علم افتاده بود نیست علم دار حسین یا حسین. علم افتاده بود نیست دگر یار حسین یا حسین. یک طرف عشق یک طرف دست، دل پر از خون دیده پر اش، دل پر از خون دیده پر اش. مثلا اینم توی مخالف سگاست. واقعا بی نظیر این نوا. یه نوحه‌ای داشتم که خیلی توی استان یزد شنیده شد به نام نای شکسته. نای شکسته، نای شکسته، سینه خسته، سینه خسته، ناله سر کن شور و شرم کن، ناله سر کن شور و شرم کن، ناله سر کن، ناله سر کن، شور و شر کن، شور و شر کن، ای نای شکسته سینه خسته. این ملودی ها اینقدر برای سینه زنا دلنشین بود که من موقع تمرین نگاه میکردم، حتی جوون ها خیلی به شعر دقت میکردن، من حتی عشق میریختن، واقعا آدم منقلب میشد. بعد یه جاهایی ما میومدیم ضرب آهنگ رو عوض میکردیم. برخیز و ببین خزان داغ است، این معرکه داغ 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 است. بعد یه جاهایی من اومده بودم هارمونی گذاشته بودم به نام یه چیزای ما توی موسیقی داریم به نام فاصله خوندن. بله، مثلا یه جمعیت یه ملودی رو میخوندن، یه جمعیت دیگه نصف جمعیت فاصله شو میخوندن. دو تا پرده اختلاف. برخیز و ببین خزان باغ است، این معرکه داغ 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 است. بعد من چی میخوندم؟ برخیز و ببین خزان باغ است، این معرکه داغ 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 است. این دو تا ملودی روی هم قرار میگرفت، یه هارمونی قشنگی رو شما میشنیدید و خیلی باعث میشد که رنگ و لعاب پیدا کنه نوحه. به خاطر همین همیشه سعی کردم خودم اگر تمرین میذارم تمرینو واقعا پربار باشه. جوون که میاد، جوونای الان از ابتکار خوششون میاد و چقدر خوبه ما ابتکار داشته باشیم، حتی توی بحث‌های مذهبیمون، توی نوحه، توی مرثیه. نوآوری خیلی زیباست. من الان درسته... همیشه به شعرها میگم بچه‌ها تو طول سال شما نگاه بکنید مردم دارن چی گوش میدن، چه کیفیتی دارن گوش میدن. و من حتما پیشنهاد میکنم که بعضی از اون تعصبات گذشته رو بذارن کنار. ببینید ما بخوایم نخوایم، حالا همینجور که در بحث موسیقی باید یه آهنگساز سواد موسیقی داشته باشه، یه خواننده باید حداقل حالا توی بحث سنتی ما دستگاه رو بشناسه، ردیف ها رو بشناسه، حالا توی پاپ هم یه دستی هم داشته باشه. توی مدده‌های ما هم به نظر من خیلی باید ویژه نگاه بشه. مثال میگم، یه شخصی میاد شبکه 3 رو میخواد بزنه، ماه محرم حال کنه، یه کسی که اصلا نوحه گوش نمیده، وقتی میاد میشنه این که همون ترانه که من گوش میدم، یارو وقت نذاشته رفته کپی کرده، این زننده است، این منو ناراحت میکنه. گذشتیم از این دور. یا بابا من میگم که شما میخواید تریبون رو در اختیار کسی بذارید، یه کسی رو بیارید که بلد باشه. ما تو این بحث‌ها نوه خونا واقعا من میتونم ایراد بگیرم، ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، من به بعضی از دوستان خودم نقد دارم. من میشینم آقا میگم خیلی خوب کنسرت داشتیم شبی بیام حالا محرم از یه چیز حال کنیم، طرفو چون حالا یه شعری خونده که حالا یه سیاسی یا سیاسی نیست گذاشتن میخونه، میگم درسته، ولی بنده خدا باید یه ته صدایی داشته باشه، یه حزنی داشته باشه، نه اینکه طرف حالا چون
این چکشو تو شعرش میزنه، یه آنی داره شعرهای خیلی خوب میخونه که وایرال بشه. چه ربطی داره وایرال شدن به قرآن؟ عصر رو ول کردیم به فرج چسبیدیم. از این برم نگاه بکن، مگه الان ما تو موسیقی تو پاپ خونی چه کارای درسته؟ من میگم توی نمیتونم درباره اسم بذارم. بله بله بله، شعرهای ثقیف داریم توی موسیقی پاپ، آهنگای ضعیف داریم. الان داره کجا میره؟ من به خودم میگم تو این به خواننده‌های عزیزمون نشه. مثلا من اگه سواد خوندن نداشته باشم برای چی باید برم روی استیج؟ حالا بریم بچه‌ها. آخه جامعه مدعا دعوت شده بودم، محمد حسین جان، تا میگفتم گرم کنید پیانو رو باز میکردم، استغفرالله بابا نکنید این کارا رو. شما تلاوت قرآنی که استاد عبدالواسط میکنه، چون نوت موسیقی عرب میدونه. من تو پرانتز یه چیز بگم، من مصاحبه از استاد عبدالواسط رو دیدم، میگه من ام کلثوم گوش میکنم. بله استاد، اکثر قرآن ام کلثوم بوده. خب چه اشکالی داره؟ اون ملودی رو آوردن توی قرائت، توی کلام خدا پیاده کردن. بعد من همینو به یه شخصی بگم خورده استغفر، چه حرفیه؟ تو کافر هستی. ما از این طرف هم میخوریم. نوای از ام کلثوم الان یادته؟ جان؟ نوای از ام کلثوم یادته؟ ام کلثوم یه سری چیزا یاد میخونی؟ خب همین ربانای زیبایی که مثلا ما میشنویم از ام کلثوم گرفته شده. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اینا همه برگرفته شده از جواب بالا بالاش هم میتونی بخونی؟ ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. البته استاد فکر کنم یه دو سه تا نیم پرده بالاتر خوندن، من در حد زمزمه خدمتتون گفتم بخونم. میگم بعضی وقتا این تعصبات باعث میشه که اون خواننده یا حالا چه در قشر مذهبی چه غیر مذهبی از اصول خوندن دور بشه. چه یه مدعا نباید دستگاه موسیقی بلد باشه؟ من یادمه توی سازمان تبلیغات یه از من دعوت کرده بودن بیام صدا سازی، یه آموزش صدا سازی بذارم برای بچه‌ها. تا من گوش رو باز کردم پیانو، اسم نوت گفتن فقط خیلی از موسیقی صحبت نکنید آقای راغب. خب این چه جمله یه داری به من میگی؟ یه خاطره بگم، داشتم میرفتم کربلا، یه کار از شما رو، یه کار استدیویی از شما شنیدم، واقعا دوستش داشتم. بخوز ملودیشو و هرچند خب تنظیم شده بود، هم تنظیمش رو دوست داشتم. اون ملودی و تنظیم سوار بر هم بود و خیلی هم شنیده شد. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی، بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی، دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا فاسم حرم نمیشه و دورم.
از تو دورم، باورم نمیشه، ای جان ای جان، دارم میمیرم، دارم میمیرم. کربلا واسم ضروریه، کربلا واسم ضروریه. حسین ای جان بخونید. کربلا واسم ضروریه، حسین اربعین عظام چجوریه، حسین کار من امسال صبوریه، حسین. البته چون من گام صدام بالاتر از شما، سعی کردم پرده شما رو و تو گام شما بخونم، ولی زیباست. یه کار دیگه هم بگو، دعوا نشه. من کار سایش مستدام باشه، ایشون رو خیلی سوز صداشون رو دوست دارم و فکر میکنم جزء نوخونا و مدعای فنی باشن. میدونم دستگاه هم تسلط دارن چون من نوهاشون رو گوش میدم. حاج آقا محمود. ارواب بی کفنه دور از وطنه، شهید گریه داغ تو سخت، اما برا خدا هم عزیز گریه. بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم. بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم. ارباب بی کفنه دور از وطن، ای شهید زنده داغ تو سخت، اما برا خدا هم عزیز گریه. یاد کردم از داشتی میخوندی اوی مرحوم کریم خانی از جور چشمم بچ. به 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 به، میدونید که ایشونم جزء مفاخر موسیقیمون بودن، سال قبل مهمونمون بودن، هم خدا رحمتشون کنه محمد اصفهانی عزیز، هم آریا عزیز نژاد نازنین. چه کار فاخری ساخت واقعا، خیلی دربارش اینجا حرف زدیم، خیلی بی‌نظیره. من با آقای حسین زادگان دوستمون مدیر برنامه هامون رفته بودیم مشهد، برف می اومد، کولاک سرما، من به دلم افتاد این کار استادو بخونم، خوندم و با اینکه خیلی هم گامش بالا بود ولی امام رضا کمک کرد. میشه به دلت بیفته حال... اینجا هم بخونی؟ آمدم ای شام پناهم بده، خنتم آمیز گناهم بده، ای حرم لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، از به یک لحظه نگاهم بده آقا جانم. یادشون گرامی. لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان. با امام رضا چجوریه رابطه؟ من همیشه از نوجوانی کلاس ها رو میرفتم، دوست داشتم از این علم موسیقی خودم توی بحث مناجاتم استفاده کنم. گفتم من میشه من مناجات خوان حرم امام رضا بشم. گذشت و گذشت، سالها بعد من دعوت شدم توی برنامه تو خود سن. بعد گفتم خدا دمت گرم، هر چی خواستم بهم دادی.
من یادم مسجد گوهرشاد با بابا میرفتم توی صحن گوهرشاد یه سری مناجات پخش میشد، مثلا صدای استاد شجریان، آفرین، از استاد حالا کریم خانی، یه سری از اساتید قدیم هم بودن که بی نظیر آفرین، استاد سروستانی، استاد رضوی عزیز. دوست داشتم مناجات خان حرم امام رضا بشم، رفتم و قسمت شد و تو این برنامه دیگه تا میتونستم مناجات خوندم و خیلی حال داد، خیلی کیف کردم. ولی گفتم شما باید یه خادمی رو به من بدید، من ماهی یه دفعه بیام یا حداقل ماه رمضان داشم. چرا خادم افتخاری به من دادن؟ آره خب. اونا گفتن تشرف پیدا میکنی یا نه، هر از گاهی میرم، ولی خب این که برم اونجا بخونم نشده، که من دوست دارم برم یه نیم ساعت فقط صبح دم اذان صبح مناجات بخونم. انشالله قسمت، آره انشالله که قسمتم بشه برم، چون مناجات اصلا خادم شدن حرم امام رضا که یه چیزی تا انجام نشه متوجه نمیشه. این مناجات هم به خود خواننده های قدیم میخوندن، آدم کیف میکرد. من چی بخونم براتون؟ شما هم شنیدید مثلا بگو یارم، بگو یارم چه بد کردم، چه بد گفتم، که نزد خیشتن را دیو و دد کردم. مرا یارم نمیخواهی گناه سام، اگر نفرین بین دنیای بد کردم. بعد میگه به حرفم گوش کن یارم، به حرفم گوش کن یارم، به دردم گوش کن یارم، اگر بیهوده میگویم مرا خاموش کن یارم. یه همچون مناجات خالی جاشون خالیه و همه آدم ها نیاز دارن اینکه روحشون جلا پیدا کنه، روحشون صفا پیدا کنه. حالا یکی با صدای من راغب، یکی با صدای ایکس ایگری، فرقی هم نمی کنه. یا با داستان موسی و شبان دیگه جز داستان های فاخر ماست. میگه حضرت موسی اومد به شبان گفت بابا چه جوریه داری با خدا صحبت میکنی؟ تو کجایی تا شبم من چاکرت، چهار قد دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آیم بروبم جایکت. شبان چیه تو داری میگی؟ داری کفر میگی؟ یه ندا اومد سمت موسی، وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا، ما برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم. بعد حضرت موسی ناراحت شد و اومد تا دوباره شبانه رو پیدا کرد که اون بیت معروفه هست: هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. روش گفتار انسان ها فرق میکنه، روش راز و نیاز ما آدمو با همدیگه فرق میکنه. ما نسبت به اندوخته های خودمون با خدای خودمون حرف میزنیم، مهم اون سیمه است که وصف بشه. حالا یکی مثل این از زبون شبان میخواست صحبت کنه، به اون فیلم معروف به تعداد آدم های روی زمین راه رسیدن بله راه به, خدا به خدا هست. مشرف میشی حرم، چی برای آقا میخونی؟ من یه کاری که خودم ساخته بودم و حرف دل خودم بود و زمزمه میکنم معمولا: از همون بچگی دوچارم، وقتی گره میخوره به کارم، بیا و اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو؟ مگه میشه جدایی از تو؟ مگه میشه جدایی از تو؟ دوباره بغض من شکست تو،
روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست و مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه، آخ آقا جنس غمه فرق میکنه. کجای کربلا بغضت میترکه؟ کجا نیست که بغض آدم نترکه توی کربلا. من زمانی که یاد وداع امام حسین میفتم با خواهرشون خانم زینب، یکی از عاشقانه ترین تصویرهای کربلا است. آفرین، من 90% نوام در مورد وداع امام حسین با حضرت زینب، نمیدونم چرا امام میگه خواهرش بر سینه و بر سرزنان رفت تا گیرد برادر را عنان، که عنان گیر من یا زینبی یا که آه دردمندان در شبی. اگه بهت اجازه بدن یکی از تابلوهای کربلا رو پاک کنی، جانسوزترین تابلو، اونجایی که نمیتونی اصلا روزش رو گوش بدی، نمیتونی ببینی، کدومه؟ من فکر میکنم که اون قسمتی که خانم زینب میومد دنبال بدن عزیزش میگشت با اون همه استراب، دلهوره، پریشانی، که نکنه شمشیر شکست ها و نیزه شکست ها رو کنار زد، اومد مواجه شد، حتی نمیخواست قبول کنه آیا تو برادر منی، آیا تو عزیز زهرایی، برادر جان سلیمان جهانی چرا انگشت را انگشتت ندار؟ و اون لحظه ای که خم میشه رگا رو میوزه، ایوا ایت خیلی ها دارم ما رو میبینن آخر جلسه آخر برنامه، یه سلام بدیم به امام حسین، شما بدید، همه ما هم همراه شما بود. السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و اصحاب حسین. یا حسین عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه، آخ آقا جنس غمت فرق میکنه، غم تو رو چشام میذارم، به جز عشقت چیزی ندارم. فرض کن که دیدار حاصل شده و خدمت امام حسین رسیدی، ترست از چیه؟ به خدا امام حسین ترس نداره. آره خونه. ترس که نداره، دارم فکر میکنم که من شرمنده ایشون نشده باشم، جایی که قرار بوده یه کتافزم یاد شد این بیتو من بخونم با اجازتون. ای پادشاه خوب دادست غم تنهایی، دل بی تو به جا تو به جان آمد، وقت است که باز آیی، دل بی
تو به جان آمد، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آهی دائم گل این بستان شاداب نمی‌ماند، دائم گل این بستان شاداب نمی‌ماند، دریا ضعیفان را در وقت توانایی. یه حرف با مردم دارم، این که تو رو خدا اگر عشقی هست که هست، اگر هممون عاشق اون بالاسری هستیم و عاشق عقایدمون هستیم، عاشق یه سری افراد هستیم که بهشون عشق می‌ورزیم، سعی کنیم احترام همو نگه داریم، به هم نتوپیم، از هم ایراد نگیریم، تو رو خدا همو قضاوت نکنیم، مهربون باشیم. بابا هر قشری خوب و بد داره، به خدا هنرمند خوب و بد داره، ببخشید من میگم مداش خوب و بد داره، اون هر قشری از جامعه خوب و بد داره. اگر ما بدی از کسی میبینیم نباید جمع ببندیم. بله تو رو خدا، تو رو خدا اگر خیلی ها به نام دین کاری میکنن، دین و وسیله کارها و وقاحت خودشون قرار میدن، تو رو خدا همه رو جمع نبندید. بعضی هم هستن آدم های خوبی هن، به خدا همه چیزشون سر جاشونه، عاشق امام حسین هن ولی آزارشون به کسی نرسیده، عاشق امام حسین هن ولی کسی رو قضاوت نکردن، عاشق امام حسین هن ولی به کسی گیر ندادن، ظلم نکردن. اینا رو ببینید، خواهش میکنم ببینید. دوست مذهبی من به شما میگم، اونی که موش پیداست آدم بدی نیست، اونی که بی حجابه آدم بدی نیست، اونم عاشق امام حسینه، اونم امام حسین رو دوست داره. اگر شاید از دید تو و از نظر تو پوشش مناسبی نداره، ولی اونم دلداده حسینه، اونم عاشقه. ما انسان‌ها باید هوای همدیگر رو داشته باشیم تا بزرگان هوای ما رو داشته باشن. الهی که نگاه خدا به تک تکتون باشه، الهی که به عشق حسین اونایی که هم که دوچار نیستن دوچار بشن. چه دعای خوبی. آره زیباترین دعایی که میتونم بکنم. تو هم بمونی برامون انشالله، دور سرتون بگردم، نوکری امام حسین رو بکنی که سروری عالم، انشالله که تا لیاقت دارم برای آقا بخونم. هدیه‌ای که نمیشه گفت ناقابل، تربت حرم سیدالشهدا، به به ای جانم، ارزشمندترین کالای عالمه، سنگ حرم امام حسین، خدمت شما. انشالله با هم برسیم دم باب القبله امام حسین، خدمت شما. بفرمایید. متشکرم. بسیار بسیار ارزشمند. ممنونم از شما. ممنون از شما. و ممنونم از مردم عزیزمون که وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما رو مهمان نگاه‌های عزیزشون کردن. زیبا ببینید، زیبا فکر کنید و میون این همه زیبایی که خدای مهربان به تک تکمون داده، مراقب زیبایی‌هاتون هم باشید. ممنونم که اومدید. به این خواهش می‌کنم. حرفای خوب زدی، همه انرژی مثبت، این همه حال خوب. واقعا میگم آدم حسابی. قربونتون برم. امیدوارم اینجوری که میگید باشم. امیدوارم که تو عمل باشم. ما همه امیدواریم. امیدواریم که اونی که باید ازمون راضی باشه، ازمون راضی باشه. اونی که باید دعامون کنه، با
دعامون کنه. اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، اللهم عجل ولی کل فرج، شبتون حسینی، برای هممون دعا کنید. یا علی یا علی. از گریه بر غمای اربابم چیزی ندارم، حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم، حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم.